پرچم سرخ گنبد حرم مطهر حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیهما همه ساله طی مراسمی با شکوه با حضور گسترده زائران عاشق و دلباخته تعویض و پرچم سیاه جایگزین آن می شود. هدف از انجام این سنت که سالهای متمادی و نسل به نسل با نزدیک شدن ماه محرم همه ساله انجام می شود این است که همه دنیا بداند موسم اندوه و عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام آغاز شده و نخستین جایی که این اندوه و ماتم را اعلام می کند حرم امام حسین علیه السلام است. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. دوباره بوی محرم به مشام می رسد و پرچم‌های سیاه که یادآور غم و عزای آن مظلوم عالم است در جای جای این کره خاکی برافراشته می شود. نام حسین ورد زبان عاشقان او در سراسر گیتی می شود و داستان مظلومیت و قربت او و یارانش در همه جای عالم نقل محافل می گردد. اما نخستین مکانی که با برافراشته شدن پرچم سیاه به دنیا اعلام می کند که دوباره موسم ماتم آن سرور آزادگان فرا رسیده سرزمین کربلا و گنبد و صحن و سرای خود آن حضرت است. پرچم سرخ حسین جای خود را به پرچم سیاه می دهد و علاوه بر آن در جای جای حرم ابا عبدالله الحسین و ابوالفضل العباس سلام الله علیهما و بین الحرمین و بلکه تمامی شهر مقدس کربلا پرچم های سیاه عزا افراشته می گردد. زائران حسینی از طریق مانیتورهای موجود در صحن‌های مطهر و بین الحرمین به صورت زنده بیننده تعویض پرچم‌های گنبد امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس بوده و با صدای بلند شعار لبیک یا حسین سر داده و با آرمان‌های آن حضرت تجدید بیعت می‌نمایند. پرچم امام حسین در سایر ماه‌های سال به غیر از محرم و صفر به رنگ سرخ است تا نشان دهنده این موضوع باشد که خون آن امام هرگز فراموش و پایمال نخواهد شد. از سوی دیگر رنگ سرخ بیدار کننده همه عاشقان و دلباختگان آن حضرت می باشد تا بدانند امامشان چگونه و با چه مظلومیتی به شهادت رسیده و همانند آن حضرت همیشه آماده جانفشانی در راه خدا باشند. این پرچم زیبای امام حسین به رنگ سرخ است تا نشانگر آن باشد که از زمان شهادت آن حضرت تا به امروز ما همچنان منتقم خون آن امام لب تشنه بوده و هستیم و این امر تا ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که منتقم اصلی خون آن بزرگوار است ادامه خواهد داشت. محرم و عاشورا که یادآور موسم ماتم حسینی است چه قصه ها در دل دارد؟ قصه ابوالفضل عباس، قاسم جوان رشید، رقیه طفل 3 ساله، علی اکبر و علی اصغر و حضرت زینب و ده ها قصه ای که هر یک خود کتاب مفصلی از فداکاری و ایثار و درس است. قصه ای پر از قصه و ماتم، قصه ای عاشورا، روزی که امام حسین علیه السلام با یاران با وفایش برای احیای دین جدش در خون خود غلطید و اینک قرن‌های متمادی عزادارانش سوگوار این ماتم هستند و یادش را زنده تر از همیشه نگاه می دارند و باز محرمی دیگر از راه می رسد و غم عالم در دل تمام عاشقان حسین خانه می کند. آن امامی که خود و اهل بیت و بهترین یارانش را فدای دین خدا نمود تا ثمره خون او ماندگار شدن دین جدش باشد. کربلا خاطره مصاف ناجوان مردانه دشمنان اهل بیت با خاندان پیامبر است که قدر او را نشناختند و به جای یاری او جانش را ستاندند و حتی پس از شهادتش به اهل حرم و اطفال و خانوادهش هم رحم نکرده و آنان را به اسیری بردند. از کدام غم و مصیبت کربلا میتوان گفت؟ از علی اصغر که دشمنان سنگ دل بر تشنگی او رحم نکرده و با تیری 3 شعبه بر گلویش زدند،
و جویباری از خون جاری ساختند یا از سکینه که هجر پدر را طاقت نیاورد و هنگام وداع به پدر گفت ای پدر، میدانم اگر بروی دیگر بر نمیگردی. و آنگاه که پدر را مصمم بر کارزار دید از پدر خواست پس ای پدر ما را به حرم جد ما مدینه بازگردان. یا از وداع حسین با جوان رعنا و جگر گوشش علی اکبر که شبیه ترین خلق خدا به پیامبر اکرم بود، یا از به خون غلطیدن یادگار برادرش قاسم، و یا آن هنگام که عباس از بردن آب برای اطفال حرم ناامید شد، یا از زینبی که این همه بار مصیبت تمامی این ماتمها را به دوش کشید اما استوار ماند. عاشورا قصه غم‌باری است که مشتاقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام را همه ساله به سوی خود می‌خواند. قصه ای که تکرار تاریخ هم غبار فراموشی بر آن نمی‌نشاند و با ورق زدن هر صفحه از این کتاب گوهر عشق ما را دوباره به چشمان ما تازه تر می نماید. دلهای من پر از درد و الم می شود. باشد که با خواندن و ورق زدن این کتاب پرمعنا حسین را بشناسیم و درسهای عاشورا را آموخته در حفظ دین و پاس داشتن ارزشهایش محکم و استوار باشیم. علی اکبری، اخبار شیعه.